اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت، تشبثات مذبوحانه و رسوای وزارت اطلاعات علیه مقاومت ایران. جیم هیگینز: سیاست رسمی اتحادیه اروپا باید منعکس کننده حمایت اروپا از مقاومت ایران باشد. اجرای حکم اعدام یک زندانی در خدابنده در استان زنجان و انتقال 5 زندانی به سلول انفرادی در زاهدان. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تظاهرات بزرگ ایرانیان در پایتخت‌های مختلف جهان و گردهمایی 5 روزه در اشرف 3 مضافاً بر فعالیت کانون‌های شورشی در داخل میهن اشغال شده، تعادل حکومت آخوندی را در هم ریخته و در وضعیت تحریم کامل نفتی و لیست‌گذاری خامنه‌ای و ظریف ضربات جانکاهی به رژیم وارد کرده است. همزمان سرکردگان رژیم از استقبال فزاینده از مجاهدین و مقاومت ایران در شبکه‌های اجتماعی ابراز وحشت می‌کنند. در چنین شرایطی وزارت اطلاعات، سپاه تروریستی پاسداران و نیروی قدس با بکار گرفتن ماشین تبلیغاتی و سایبری خود مذبوحانه به مقابله برخاستند. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم از عموم هممیهنان به ویژه پشتیبانان مقاومت و هواداران مجاهدین می‌خواهد ترفندهای حقیر رژیم آخوندها را افشا و توطئه‌های سایبری آخوندها را خنسا کنند. جیم هیگینز، معاون سابق پارلمان اروپا، در مقاله‌ای که در سایت ایو ریپورترز درج شده نوشت: من مدت هاست از یک سیاست قاطع در برخورد با رژیم ایران حمایت کردم و به هیچ وجه در میان اعضای پارلمان تنها نبودم. ماه گذشته وقتی من در یک گردهمایی و کنفرانس بین المللی در آلبانی، محل اقامت اخیر اعضای مقاومت دموکراتیک اصلی ایران، مجاهدین خلق، شرکت کردم، همه چیزهایی که من درباره همکاران طرفدار فشار حداکثری می‌دانم دوباره تایید شد. آنجا مریم رجوی تصریح کرد که ملاها میهن ما را ویران کردند و همزمان دیدگاه مجاهدین را برای آینده ایران به نمایش گذاشت. دشخیمان خامنه‌ای سحرگاه روز چهارشنبه یک زندانی را در زندان خدابنده در استان زنجان اعدام کردند. این زندانی با نام اختصاری میم ه معرفی شده است. دشخیمان خامنه‌ای همچنین روز چهارشنبه 5 زندانی را جهت اجرای حکم اعدام در زندان زاهدان به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. اسامی 4 تن از این زندانیان عبارتند از مسعود ریگی نژاد 26 ساله، اولیاء نورزهی 24 ساله، ایمان سراوانی 28 ساله و محمد گل آذرنگار گل احمد. جمعی از مردم سمنان به یکی از عوامل سرکوب رژیم در سمنان که به بهانه امر به معروف و نهی منکر مزاحم مردم میشد حمله کردند و او را گوشمالی دادند. خبرگزاری مهر آخوندی از این فرد با هویت دانشگر یاد کرد و گفت دستور جستجو و تحقیق در باله اصل ماجرا و بررسی های بیشتر صادر شده که به زودی نتایج آن مشخص می شود. رئیس اداره هواشناسی آبادان از رطوبت 83% هوای این شهر طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت نم و دم هوا تا پایان هفته در جنوب غرب کشور تداوم دارد. به گفته وی در حال حاضر رطوبت نسبی 32% و میزان دمای هوا 42 درجه سانتیگراد گزارش شده است. در شبانه روز گذشته بیشترین و کمترین دمای هوا در آبادان و خرمشهر به ترتیب 48 و 29 درجه سانتیگراد بوده است.